اول فضیلت امیر المؤمنین که از زهرا بهش گفت بله، همسر امیر المؤمنین شد. نور و علا نور به امیر المؤمنین فرمود من فدای تو بشم یا علی. بعد شب عروسیشون خیلی جالبه، یه خاطره حضرت زهرا نقل میکنه برای فزست ظاهرن از شب عروسیشون. نمیدونم شاید شنیده باشید ولی من اولین باری که میخوام این رو منبر بخونم، خیلی زیباست روایتش. میفرماید سمعت سیدتی فاطمه تقول لیلتا دخل بی علی ابن ابی طالب. میگه شنیدم از زهرا شبی که رفتم خونه امیرالمؤمنین یک قصه عجیبی افتاد، اتفاق افتاد، من حیران ماندم. فزه میگه از زهرا برام تعریف کرد. از مادراتون بپرسید خاطرات عروسیشون رو تعریف میکنن، یا انشاءالله داماد که بشین به حق امیرالمؤمنین یه زن امام حسینی خدا بهتون بده، و حواستون هم باشه زنی بگیرید که از راه امام حسین خارجتون نکنه. شیرینه ایام ازدواج، خیلی شیرینه، چون خدا یه فرشته ای رو داره لحظه عقد میفرماید برو محبت اینو بذار تو دل اون، محبت اونم بذار تو دل این، بعد از عقد یه جور دیگه همسرها به همدیگه علاقه دارن. لذا همه دنیا بهت سلام میکنن، همسر خودت که بهت سلام میکنه یه جور دیگه است. آقایانی که ازدواج کردن و خانومایی که ازدواج کردن میدونن، حتی در اوج دعوا قرآن میگه به وسیله اینها آرامش پیدا میکنید، آرامش پیدا میکنید، مودت بینتون ایجاد میکنیم. اما نامحرم که باشی تا قیامت هم بری توش آرامش نیست، چون خبری از اون فرشته ای نیست که قلوب رو جابجا کنه، محبت ها رو بهش برکت بده. همه چی حلالش خوبه، اون چه امام صادق فرموده خوبه. حالا یه خاطری از زهرا دارن نقل میکنن از شب عروسیشون. ببین بیبی شب عروسیش و لحظه شهادتش چی میگه. بهترین دورانش با امیرالمؤمنینه، آخرین لحظه هاش هم با امیرالمؤمنینه. این که میگن عاقبت به خیر بمیری، همین ها بیبی از زهرا داره یاد میده، یعنی در لحظه های آخر هم فضائل امیرالمؤمنین بگی و بمیری. اون چه که فاطمه زهرا انجام داد، میگه رفتم خونه دیدم یه چیز عجیبی، من تعجب کردم. گفتم بیبی شما تعجب میکنی؟ فرمود بله تعجب کردم. گفت چی دیدی؟ فرمود دیدم که قالت سمعت العرض تحدثه و یحدثها. میگه نگاه کردم دیدم زمین داره با علی حرف میزنه، امیرالمومنینم داره با زمین حرف میزنه. یه چیز عجیبی دیدم، زمین با امیرالمومنین حرف میزنه، امیرالمومنین داره جواب میده. میگه همینطور من نگاه میکردم قصه چیه، تعجب کردم. وقتی ماجرا رو دیدم هیچی نگفتم، صبح به بابام گفتم، گفتم یا رسول الله یا ابتا، دیشب رفتم خونه علی، اولین شب زندگیمون بود یا شروع زندگیمون بود، دیدم که علی با زمین حرف میزنه، زمین جوابشو میده، سوال میکنه، بازخواستش میکنه، جواب میده، این قصه چیه؟ میفرماید فسجد سجده طویله. دیدم بابام رفت به سجده طولانی، هیچ جواب نداد. منم نگاه بابام میکردم. بعد یه مدت اومد بالا فرمود فاطمه جان مژده میدم تو رو به پاکیزگی نسلت، چون خدا شوهرت را بر همه مردم برتری داده، دیگه بالاتر از علی توی عالم نیست. امیرالمؤمنین فرمود آیت الله عظما منم، خدا آیه‌ای بالاتر از من نداره رو کنه، خدا نشونه‌ای بالاتر از من نداره رو کنه، تهش منم که رو کرده، دیگه بیش از این نداره. اینا شوخیه. بعد فرمودش که خدا امر کرده به زمین، فاطمه جان خوب گوش کن، خدا به زمین دستور داده هر اتفاقی که روش میفته به امیرالمؤمنین گزارش بده، حتی اونچه در شرق عالم و غرب عالم و تمام عالم صورت میگیره، وظیفه زمین اینه که به امیرالمؤمنین گزارش بده. خیلی نکته عجیبی ها. لذا وقتی رفت سرزمین کربلا داشت عبور میکرد، چه کرد امیرالمؤمنین؟ میگه دیدم امیرالمؤمنین زار میزنه،
زار میزن. چه بسا اون چه بنا بود در کربلا رخ بده، طبق این روایت زمین کربلا برای امیرالمومنین گفته باشه. این نقل فضائل شب اول عروسی. حالا لحظه های آخر ببین بیبی از زهرا چی میفرماد. اول و وسط و آخرش فاطمه زهرا فضائل امیرالمومنین گفت.